همه پرسی جنجالی در رومانی برگزار شد. از یک سو ترایان باسسکو رئیس جمهوری گفت همه پرسی کودتاست. از سوی دیگر ویکتور پونتا نخست وزیر مردم را به حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی دعوت کرد. سرانجام به دلیل به حد نصاب نرسیدن میزان مشارکت همه پرسی منتفی شد. اما آیا واقعا نبرد برای حفظ قدرت بین رئیس جمهوری و نخست وزیر پایان یافته است؟ به گفته یک کارشناس مسائل سیاسی، اگر رومانی کشوری با سنت و تاریخچه دموکراسی بود، تریان باسسکو باید استعفا میداد، همانطور که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از سمت خود کنارگیری کرد. اما رومانی از نظر سنت‌های دموکراتیک، یا بهتر بگوییم نبود آنها، کشوری متفاوت است. باسسکو شب گذشته گفته بود شعله دموکراسی در کشورش همچنان روشن است و مردم کودتا را در نطفه خفه کردند. این در حالی است که ویکتور پونتا از حزب چپ میانه تاکید کرده بود 7 میلیون رومانیایی از سیاست‌های حزب راستگرای آقای باسسکو ناراضی‌اند. نبرد قدرت در رومانی موجبات نگرانی سران اتحادیه اروپا را نیز برانگیخته. رومانی که با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان است، خواستار کمک‌های مالی اروپا شده، اما اختلاف نظر بین دولت ائتلافی و رئیس جمهوری اجرای طرح ریاضت اقتصادی را به تأخیر انداخته است.